خب به دیروز هم صحبت های داشتیم بیندگرامی، چون دو روز دیگه به برگزاری احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده. امروز هم بیشتر مطالب در همین رابطه میچرخه و مطالب دیگه هم از گوشه و کنار جمعوری کردیم. یک دو گزارش هم از کانادا هست که تقدیمتان میکنم که امیدوار است ما رو توجهتان قرار بگیره. اما در آخر بیندگرامی صحبت داریم در رابطه با سریال ایرانی و ترکی که قرار است ساخته شود. اگر ما بی تفاوت بانیم این سریال ساخته میشه. این سریال در رابطه با زندگانی خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی ساخته میشه که توسط ایرانی ها پیشکش شد، طرحش به ترک ها و بالاخره به یک توافق رسیدن که در این رابطه امیدوار هستم مثلا فرهنگیان گرامی ما را تعقیب کنند در دقایق اخیر پروگرام و هشدار هم در این رابطه آقای محمود بایر فرمولی دادند که باید اقدام کنیم. اگر به تلویزیون همش گوش کنیم بینای گرامی، کار خانگی بسیار زیاد است. هر روز از این تلویزیون کار خانگی داده میشه، ولی کار خانگی های خوبی هست. بر حال ما بنده گرامی دیروز هم اعلام کردیم که این انتخابات اگر صورت بگیره مملو از تقلب است و تنش آفرین است و بحران با وجود میاره. و یکی از دلایل را که هم خدمت شما به هر رساندیم همی که از 7300 مرکز رایدهی اوکرانی تقلیل پیدا کرده به زیر 4000، خود از این یک مشروعیت انتخابات زیر سوال قرار میده که خب نیمه از مراکز رایدهی و اساس و 9 میلیون که خود ثبت نام کردن فعلا به 4.5 میلیون میرسه و 4.5 میلیون نمیتونه که نمایندگی از تمام مردم افغانستان کرده بشه. ولی که در کدار شما میخواین بعضی جاست که اصلا اونجا شاید انتخابات برگزار نشه. و در این زمان مسائل تهدیدات که مقامات امنیتی و دفاعی او را روی به سلاس کاغذ خدمت شما مردم تقدیم کردن که در اونجا دیده شده که مناطقی که واقعا زیر خطر است، مسئولین امنیتی او را نشته کردن که مناطق مسئون و امن و مناطقی که مسئون است و امن است او را نشته کردن که مناطقی که اینجا خطر جدی تروریست ها وجود داره. برحالی دسایس در جریان است و به باور کامل براتون میگم که اگر انتخابات صورت بگیره اشرف غنی شاید 75% آرای مردم به صورت تقلب، نه آرای واقعی مردم. در آرای واقعی مردم من وعده میتونم برای شما که حتی 1 میلیون رای هم نمیتونه که غنی با می تیم خود به دست بیاره، ولی در تقلب یادتان باشه 75% آدم رای میگیره، اما رای که در صندوق پر میشه رای گوسفندی ها. به طور مثال بیندگرامی من برای شما مثال میتونم که امروزی ره یک تن از هموطنان ما از مسئولین کمیسیون انتخابات از کمیشنر راش سوال کردن ولی پاسخ ندادن. بعدا من با کابل به چند جا تماس گرفتم گفتم آیا این آمار درست است؟ گفتن بری. و امروز مشکلات اصلی هم در کمیسیون انتخابات همین مسئله بوده. شما خوب دقت کنین بیداگه میده پلویزی بود. من یک اطلاعی هم دارم، نظرخواهی که من با هموطنان ما در سرتاسر جهان کردیم و هم خدمت شما تقدیم میکنم. آیا این گونه ارقام درست است؟ سوال است که از کمیسیون انتخابات شده. مثلا نفوذ ولسوالی استالف نشته شده که 33000 نفر، اما تعداد رای دهندگان 12000. نفوذ ولسوالی خاک جبار 14000 نشته شده، اما تعداد رای دهندگان 18000 است. نفوذ ولسوالی موسعی 23100 نفر، اما در برابر رای دهنده ها نشته است 28600 نفر. نفوذ ولایت پکتیا 534000 نفر که 400000 رای دهنده دارند. در مقابل نفوذ ولایت بدخشان 919000 نفر و رای دهنده هاش 325000. متوجه شدین؟ ولایت پکتیا 534000 نفر نفوذش است ولی 400000 نفر رای دهنده است. اما بدخشان که دو برابر نفوذ پکتیا است
325 هزار نفر اینجا میتونن کرایه بدن. خود ازی که یک بخش ازی امروز به بیرون درس کرد نشان میده که یک انتخابات شفاف در راه نیست و غنی بسیار به مو شکلی که خودش میخواد، شکل ماهرانه میگن، اما ماهرانه نیست، به شکل بسیار تقلبی همه چیز به اصطلاح برای خود آماده میسازد. به همین خاطر عبدالله ماهی به هم از سفارت خواست و مشاور امنیتی خود ساخت و شما عبدالله ماهی به هم میشناسین که در کامپیوتر بسیار دست بالایی داره و حتی میتونه که بسیاری کامپیوترها را هک کنه و همین خبری که بعدا از طرف نیویورک تایم تکذیب شد، بسیاری میگن که یکی از کارهای شاهکاری های عبدالله ماهی بود. پس همه چیز برای تقلب آماده است. سلطان تقلب، سلطان گوسفندهای رای زیاله قمر خیل در داخل هر گرد. اما ما بیندگرامی بود که پیشتر برای شما اشاره کردم، با تعداد زیادی از هموطنان خود صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پیام هم میهنان باشنده خارج از کشور به مردم آزاده و رنج دیده ما. در هفته گذشته در تماس هایی که با شخصیت های سرشناس، فرهنگیان و دانشمندان و نیز برخی از سازمان ها و انجمن ها باشنده کانادا، امریکا، استرالیا، اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع داشتیم، همه هم میهنان از اوضاع آشفته کنونی کشور و به ویژه انتخابات به شدت نگران هستند. ایده ای اصلا به برگزاری انتخابات باورمند نیستند و گروه دیگر از تکرار تقلبات گسترده ابراز نگرانی شدید میکنند. بیمیهان میرود که انتخابات به بنبست و ناکامی کشیده شد. بسیاری از آگاهان مظنون هستند که حامد کرزی پنهانی در صدد ناکام ساختن روند انتخابات است که به قول معروف از آب خط مایی بگیرد. عده دیگر حراس دارند که آقای غنی در پی رسیدن به پیروزی از راه تقلبات گسترده است. برخی هم تاکید دارند که یگانه گزینه خردورزانه برای جلوگیری از تقلبات رای دادن به دکتر عبدالله است. اما در کل همه از خراب شدن اوضاع و در گرفتن جنگ خونبار فرسایشی در فردای انتخابات نگران هستند. و چه خوب است بیندای گرامی که از امی حالا دو روز که باقی مانده در هر کجایی که ما و شما هستیم صدای خود بلند کنیم به خاطر حداقل جلوگیری از انتخابات و کشورهایی را که ما در اونجا زیست داریم، اگر توانایی داریم اونا را هم در جریان بگذاریم که ما نگرانی داریم از تقلبهای بسیار گسترده در انتخابات. و مثال شما در بالا برای شما دادم که نفوس یک ولایت 12,000 ولی تعداد رای دهنده ها 18,000 و دیگه ولایت 919,000 و تعداد رای دهنده ها 325,000 و دیگه ولایت میبینید که 520 چند نفر نفوسش ولی 400,000 رای دهنده است که خود از این پیام‌آور یک تقلب بسیار گسترده است. پس صدایتان چرا به خاطر از اینکه تقلب صورت نگیره بلند کنین و ما این صدا رو بلند کردیم و این ما در کلیپ یوتیوب میذارم. از تمام شما تقاضا میکنم که این در صفحاتتان شریک بسازین و صدا بکشین که باید در انتخابات پیش رو از تقلب در جریان انتخابات جلوگیری شود.